بسم الله الرحمن الرحيم أقول ما في إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني بقراني وأحمي منه أوطاني بقراني بقراني وإيماني وتكبيرات إخواني بقراني وإيماني بقرآني وتكبيرات إخواني, إخواني أوزع الكافر الجاني بقراني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أي آيات 109 سورة مائدة دريات الله يك موضوع توحيد بيان ميكونك <coughs> عالم بغيب و چیزی که از ما پنهان و توسط وحی و حس غی علم غیر از الله داره تا انبیاء علم نداره ارتباط زیاد با ما قبل است که در آیت قبلی الله احکام در ارتباط مسائل مالی بیان کرد که به خاطر حفاظت مال و وسی جور کنین و چه قسم شاید بگیرین و غیره در اینجا یک موضوع یک حکم دیگه موضوع عقیدتی را بیان میکنه و تخویف است در این که عالم به غیب الله است و ای عقیده را داشته باشند که غیب را فقط الله میدانه و دوم ارتباط که در عایت قبلی مسئله شهادت بود بعضی وقت یک کس شهادت را در ظاهر پنهان می کند یعنی قلبا می که ای طور یک چیز نیست خلاف حقیقت شایدی می تا. پس الله میگه که تخویف است که در روز قیامت الله کل گیر جمع میکنه یعنی چیزی از الله پنهان نمیماند. اگر شما بناحق ناحق شایدی بتین با در روز قیامت هنجا اشکارا میشه گپ ها و الله شما را جزا میته پس بترسین از قیامت و شایدی بر حق بتین روزی که یجمع الله و رسول جمع میکنه الله رسولا را اینجا اصل خواه الله کل را جمع میکنه ولی رسول چرا بیان کرد سوال جواب شیز به خاطر که وقتی که رسول را بیان میکنن امتی ها خودش داخل است الله میگه یعنی های خاص ما که بسیار بزرگاستن و به نظر مردم بسیار عظمت دارن اینا را جمع میکنن و از اینا سوال میکنن پس شما خوبی از سوال میشود فیقولو میگوید الله ما از چی جواب داده شدین <تصفح> این سوال به خاطر عزیز که بر از اونا حقیقت شبه که اینا علم الغیب نیستن یعنی الله میفهمه که چی جواب داده شده قال اونا میگن علم نداریم یعنی که ما غیبدان نیستیم غیب نمیفهمیم ما اجبتم از اجبتم چی فهمیده میشه که انبیا را الله پرسان نمیکنه که آیا شما دعوت را رساندین یا نرساندین یعنی وحی را رساندین یا نرساندین یقینی است که انبیا وحی رسانده و تبلیغ را به صورت کامل انجام داده از او سوال نکرد این سوال کرد چی جواب داده شد از مازا و جبتم ای فهمیده میشه که انبیا به صورت کامل وحی را رساندگی و تبلیغ کامل کردن پس از جواب امتیا پرسان میشه که امتیا چی جواب داد یعنی آیا قبول شد گپای شما یا نی و جبتم یعنی عمل شد یا نشد قال لا علم لنا اینا میگوین که ما علم نداریم خب اینجا یک سوال چند سوال هست یک سوال است که الله از بیا چرا این سواله کرده که چی جواب داده شده از این جواب میگن که یک جواب بشیست که خاطر الله میخواهد که یارا بفهماند که شما علم الغیب نیست یعنی علم غیب نداریم. و اینا اعتراف میکنن که لا علم لنا ما علم نداریم هدف الله ما میست که اینا رو بفهمانه که شما علم الغیب نیستین و نبودین <applause> و ای عقیده باید در ای امت پیدا شود در امت مسلمه که انبیاء علم الغیب نیست وقتی که انبیاء نیست باید دیگه هیچ کسی غیب نمی فهمه غیر از نبی و غیب گفتیم چیزی است که توسط وحی گفته نشه اگر الله وحی کرد با پیامبر باز او غیب نیست او الله میگه تلک من انبای الغیب او اخبار غیبه خبر که الله میده غیب چیزاست که توسطوحیه معلوم نمیشه و توسط حهواس نه دیده شوه یک چیز و نه وحه شوهپیک کس به چشم چیزیره نبینه به گوش انها هواس نشنوه لمس یا نکنه و وحیم برش نشه و باز دعوا کند که ایر م میفهمم نبز کافر میشهو ای دعوا است کها فتعلممتبه لله توسط وسایل اسباب یعنی وسایل اسباب کلش حواس است یک یعنی چیز معلوم نشه و دعوا بکنه که من میفهم اینی آدم کافر میشه و یه عقیده باطل است و دوم سوالی است که انبیا خو میفهمن که چی جواب داده شده چرا اینجا میگن که لا علم لنا ما علم نداریم خب پیامبر دعوت کرد تبلیغ کرد امت خدا و امتش رد کرده یا تایید کرده این را پیامبر میفهمه ولی چرا گفت که لا علم لنا ما علم نداریم سوال اینجاست چطور تو علم ندارن مثلا مثال چیز ما اگر بر اینجا گب میزنم کار میکنم دعوت میکنم یا یک جای دیگه میفهم که مردم قبول کرد نکرد عمل کرد نکرد این معلومه ولی این چیزی که میفهمن چرا گفتن که لا علم لنا اینجا از این سوال چندین جواب مفسرین دادم یک جواب امام رازی تو میگه که مقدر چندان جواب قوی نیست خب میگه چون که اینا امی جوابی که امتی داد به قبول ای یقینی نبود یه گمانی بود به خاطر که ظاهر بود در گپ ظاهری صد, صد یقین نمیشه یعنی زن میشود گمان و میخاطر اینا گفتن علم ندارم در ظاهر گفتن خو ولی که حقیقتا قبول کردن نکردن قلبن پذیرفتن نپذیرفتند یا ای که عمل میکردن یا ای عملشان صحیح بود یا عملشان منافقانه بود چگه بود یعنی چون که می در قبولیت از اونا و عملشان یقین نداشتند چرا یقین نداشت به خاطر که ظاهری عمل دیدن از قلب نمیفهمیدند فهمیدن اینا که ظاهری باشد او را زن گفته و به زن اعتماد نمیشه به می خاطر اینا گفتن که علم نداره. یعنی گفتن مردم که این تو او را خودت میفهمی که یقینی گفتن از قلب های از اینا خودت خبر داری این <تصفح> یک جواب امام رازی میگه و دوم جواب بعضی ها میگوین که روز قیامت بسیار یک حیبت خطرناک از دستی حیبت انبیا میگن که لا علم, ملنا. علم نداره مثل که الله در قرآن میگه که وقت قیامت برپا میشه فسایقه من فی سماوات ولد بیوش میشه کسایی که در آسمان ها و زمین است بیوشی سرشان می بسیار شدت قیامت ولی از این جواب مفسرین این جواب سعینا رد میکنه می الله در قرآن میگه که انبیاء علیه السلام از حیبت قیامت به امن هستند سر ها است که لا یحزنهم الفزع الاکبر لا يحزنهم الفزع غمگین اینا را اما حیبت بزرگ انبیا را الله وهم و هم من فزع یوم یذن امنون دقایت. و اینها از فزع و حیبت او روز به امن می پس چرا جواب ندادن باز در اینجا باز بعضی تو جواب میگن که لا الملنا به خاطر انکسار قلبی و تواضع گفته یعنی میفهمیدن که چی جواب داده شد ولی خاطر توازو ولی توازو ای تو نیست که ما ز در خلاف نفس الامر باشه یعنی در حقیقت نباشه بعضی میگه در حقیقت ای تو نبوده ولی توازو کردن این تو یک هم این گفت سعی نیست مثل ها میگن میگن اینا میفهمیدن که چی جواب داده شدن بعد پسان اینجا یک معنای دیگر برتان میگم که این بریالوی ها میگن یا را داره که انبیا غیبه میفهمه اینا میگن که انبیا در زندگی خدا میفهمیدن که امتیاش چه کرد بعد از مرگ هم میفهمید ولی به خاطر تواضع و انکسار نفس نفس خدا ناجس کردن گفتن لا علم لنا ما علم نداری اما در حقیقت تو نیست و این ای, را ای را رد میکنم فسرین کلش میگنی در حقیقت اینا علم نداشتن خب زندگی خدا نمیفهمیدن ولی بعد از مرگ که شما میگه نیگب نیست بلکه در قتل ابن و چهارم جواب باز ابن جریر ابن کثیر قرطبی روایت میکنه از ابن جریج که او میگه که مازا عجبتم ای به معنای جواب دادن و عمل کردن بعد الموت است الله اینا را از حیاتشان سوال نکده هم بیاره یا ما الله و رسول روزی که جمع میکنه الله هم بیاره فیقولو میگه ماذا اجبتم چی جواب داده شد بر شما بعد از مرگ یعنی بعد از مرگ چی عمل شد ماذا عملو بعد ال... بعد موتکم بعد از مرگ شما امتیایتون چی عمل کردن به گفته های شما به دعوت شما به با بیان وحی شما به اینکه که کتاب به مردم رساندین وحی را رساندین تبلیغ کردین دعوت کردین امتی ها بعد از مرگ چی کار کردن قالو میگن لا علم معلوم ندارم یعنی یعنی چرا به خاطر که بعد از مرگ غیب است اونا غیب نمیفهمند پیش از مرگ مشاهده بود بچشم بود اونا میفهمیدن ولی الله در زندگیشان که چیکار شده او را سوال نکرده این سوال از بعد از مرگ هست. این جواب بسیار خوب جواب هست و سیه و ابن جریر و ابن کسیر خود ابن جریر بهترین مفسر هست در بین مفسرین و جمله مشتهیدین از خودش و عالم آخرای قرنسی است حسین ابن کسیر یا روایتشان بسیار به تفسیرشان به روایت استواره است روایت حدیث صحابه آثار تابین اینا را میگه یعنی <صفيق> ازش خود گب نمیزنن این تفسیر قوی است تفسیر بر روایت پس فیقولو میگوید ما دا وجبتم چی قبول شد از شما چی عمل کرد هایتان؟ بعد از مرگ قالو میگن لا علم و بعد از مرگ ما میفهمیم. پس از این فهمیده میشود که انبیا عالم الغیب نیست اینجا سراحتن این کانت الله الغیب تو علم هستی به غیب بخ بعد از مرگ غیب ما چی میفهمیم چی گپ شده و در تاکید تایید روایت حدیث صحیح بخاری است امی جواب تایید میکنه حدیث صحیح بخاری یعنی جواب که غیب نمیفهمیدن حدیث صحیح بخاری است که رسول الله وقتی که در روز قیامت <applause> زنده می شود امتی همه در حوز کوسر الله را میاره که بر امتی خود آب بده بعض امتی به طرفش می دوا و پایمبر صلی اللہ بیاین بین به طرف ما بین ملائکا نمی مانیش مانی می شن. بعضی کسایی که امتی ازی بود و مسلمان بودن در ظاهر مؤمن بودن وقتی که اینا را نمی مانه رسول الله میگه میگه چرا ای امتی های مرا چرا مانی می شود یه هیچ بخاری باز ملائکا میگوین که انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک تو نمی ای پیامبر لا تدری تو علم نداری ماذا احدثوا چی چیز ایجاد کردن اینا چی کارایی نو کردن بعدک بعد از مرگ تو چی کار کردن یعنی کدام بدعت های کفری و شرکی را انجام داد و اینا بعد از تو مرتد شدن بیدین شده تو از این خبر ندار با رسول ها سکوت میکنم میخوایی خی کاره که کردم ما هم خبر نداشتم که <تصفح> بعد از ما چی کارا کنم یعنی از خوردن حوز آب کوسر محروم با او آبی است که حدیث بخاری یا میاد کسی از او بخوره لای از ما و ابدا همیشه دیگه تشنگی رو نمیبینه یا الله نصیب ما شما کنه و بسیار تشنگی هم است روز قیامت بسار تشنگیش بسیار شدیده یکم در فرست فرس میداد که بسار کلان از حوز فرس های به اندازه یک ولایت یا به اندازه یک ولسوالی کلانی شخص و ختم نمی شام او لذت چیز انسان ننوشیده و انسان بسیار نیاز داره با او را که می دیگه نمی ولی او متیاش که می دوه ملائکا مانیش می این در ماز و سو بدت را که کردن بعضی بدت های عقیدتی که تکافر شدن بعضی بدت های عملی بسیاری هم میگه که یک آدم اگر به عملی هم کند از حوز کوسر محروم میشه اون دلالت گناه کبیر است والله علم خوب حدیث بخاری این را تایید میکنه که این سوال و بعد از مرگ است و اونا علم نداره و یقولو میگوید ما زوجیبتم شما چی جواب داده شدیم بعد از مرگ قابل علم همین قسم زاد المسیر در تفسیر خود از ابن الانباری سوال میکند که ما وجبت من چی جواب داده شد ادفش میگه بعد از مرگ است قالو میگن لا علم لنا بجميع افعال و امتنا علم ما به تمام افعالش نیست ما بعضی گپا را دیده بودیم کلش که نمیفهمیدیم که چی گپ بوده و پس از اینجا فهم وقتی که انبیا علم غیب ندارن دیگه تام صریح است قل علم من والارض الغیب الا الله اینجا برای انبیا صریح است که علم لا علم لنا میگه پس دیگه کس خو اولیاء اینو علم ندارن علم غیب ندارن و کسی ادعا کنه که علم غیب داره بعضی تو توی اگر هست موضوعی و ضعیف منکر است میگه امت رسول الله سلام اعمالش تو اگر هست اعمالش بعد از مرگش هم با پیامبر پیش میشه و می خاطر پیامبر خصوصا خاتم النبین میفهمه که امتش چی کده و بعضی ها میگه که به هر اعمال امتش پیش میشه بعد از مرگش تا که امتش هستن. بعد از از امتی شد دیگه نبی آمد بازو دیگه نمی فهمد چی شد و می خاطر میگه الله سوال میکنه که چی جواب داده شد یعنی بعد از مرگ هم بعد از مرگ شما امتی های شما چی عمل کردن به دستورات شما اینا می خبر دارن چرا؟ بخاطر که عمال امتی و نبی پیش میشه هر عملش خب اگه او گفت باشه میال ما چی میکنیم پیامبر هم میفهمه ولی حدیث منکر موضوع ضعیف و لما ردش کرده که حدیث صحیح نیست امام ترمیزی حدیث آورده بنان او هم صحیح نیست پس با حدیث ضعیف و زقیده در بخش عقیده خوب سار مهم است یکی ما عقیده کنیم که پایمبر سام عمال ما را میفهمه مسئله عقیده خوب سار حدیث صحیح باشد حتی بعضی ها ایتو که مقارن قرینه یقینی در او باشه که بخاری مسلم روایت کرده باشه یک خوب و ضعیف خوب دیگه باز خوصا مزه انفی که باز میگه اگر او را بگیریم خب بسیار مشکل است عقیده کردنش که متواتر باشد یا متواتر نبود عقیده ثابت نمیشه با غیر متواتر میگه عمل ثابت میشه اگر کی فرق خودشان میکنن ولی همین کسایی که گپ میگن نه همین مبتدی نمیگم هم میگن خود انفی هم میگیرن مذهبی حالش شما به اگر دیس ضعیف یا اگر دیسی که متواتر نیست چطور این عقیده را میکنین که اعمال امتیش پیش میشه و انبیا میفهمانی. در مرزای شرکی و عقاید شرکی خوان یک حدیث ضعیف هم که میارن با میگن نه دلیل ما پیدا شد هم بیا غیب هم میفامن هدف ایست که همی عقیده باطل خودن ثابت کنن که اولیا غیب میفامن باز اون توی اگه پار خصوصا مذب حنفی فتاوای بزازیه بسیار یک فتاوای کلان شد معتمد است که دگه کتاب ها از اون نقل میکنن در اینجا میگه که من قال ارواح المشايخ حاضرتون تعلم یک کسی که بگوید که ارواح مشایخ اولیا و شیخ ها حاضر است میفهمه علم داره این خودش مرده روحش میگرد یکام تو سابقا میگفتن که یک پرندگه که پرک شب که میگشت میفی روح فلانی هست. قربان شامه غرضش نگید آهان هم این عقیده رو داره کسی بگوید که ارواح مشایخ حاضر است در این ما و نواهی ما تعلم علم دارد یک فر کافر میشه بخاطر بازو که بازو میگه که الله میگه علم غیبه قل یعلم من فی السماوات و الارض الغیبه تمام کسایی که داسمان دا و زم غیبه نمی فاما. و ای عقیده که تو میگی میگرد آزر دلیل و کار داره و تو به این تو یک عقیدت اثبات علم غیبه و غیر الله میکنی این کافر میشه یک کافر پس حنفیان بفهمن که اگه وقت ما یک کسی که بسیار بد آدم از بین نماز است و او را می گفتن که ولی به این خاطر است که غیب می فامید همیشه طرف آفتاب سعی می کرد قد دلیل کرامتش چیست طرف آفتاب سعی می کرد باز زنا می آمدن می گفتن ای هفته کالا بشویم نشویم باران می شه بازی تو سعی می کرد بالا را. باز می گفت که باران می شه در زندگیش می فامید. خدا مرگش روحش میگرده میفهمه حتی یکم تا تو وقیده داره در ها و قبرا میره یقیده شرکی که اونجا که میره به زبان نمیخواه که به زبان بگویه حتی بسیاری میگه که زمین خانیت عرکت میکنی کدام دقه کدام ثانیه کدام وقت می و مرده قبر میفهمه امام باشه یا ولی هرکی که باشه کی در دلش چی حاجت داره از حاجتت خبره اونجا که میره بالا قبر می تو چپند گردنک میزنه و عاجزی کده یعنی مخواست خود در دل خود گفته میره به زبان نمیگه چرا میگه اینمی مرده از قلب ما میفهمه توبه این الله علیم به ذات صدور الله علیم بس رازهایی که در سینه است به زبان نمیگه میگه این مرده که مرده از قلب ما میال خبردار گفته این نفر من گفتم چرا به زبان نمیخوای گفت خودش میفهمه اینجا چی پرده ده حاجت نه چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست یعنی عیان نیست هاشکار است من چی میخوای من که نه ورکت کردم از خانه مرده خبر دارم که ما چی میخوای توبه یقیده شرکی اصل درمی گروپ های دیگه است خو ولی او سرعت کردم من من بشه پیدا کردم که در کجا بود عقیده اصل در آفیزی هست خو؟ از اون انتقال کرد زار دیده ما دعن علمایش تو میگه که امامای ما میگه وقتی که از این جایی که حرکت میکنیم میفهمه که حتی میگه در کدام رو در کدام دقه در کدام ثانیه پیدا میشه از این میفهمه ها در کدام رو در کدام دقه در کدام ثانیه از او خبر داره این عقیده از اونجا ولی مسلمان ها از قرآن فاصله گرفت دیگه گفته رو ایسته. قالوا لا علم لنا ما علم دارم إنك أنت الله الغيوب بدون شك أنت تو فقط الله الغيوب وقانون عربيس وقتك مبتدأو خبر معرفة أبو در دار بين فصل بيت بازو مفيد حسر مشاه يعني علم غيب فقط من حسر باتوات علم بغيب تواسي ما غيب أنا ما قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أياتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا لم تكن الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ذريعة الله تياجي سالي بيان السلام محتاج بود نیاز من این نه اله بود و نه فرزند اله بود پسانی کافرا مشرکین اهل کتاب کسایی که گفتن ما به عیسی ایمان داریم اینا ای را الله جور کردن و معبود جور کردن و الله در این ای را ثابت میکنه که کدام کارای خار و خلاف قانون طبیعی که این صادر زشدگی کلش با اجازه و حکم بوده و این موجزات بوده و بختیار نبوده پس معجزات اس از یک نفر صادر شدن ایر سبب الوهیت یک کس دانستنا فر شرکاست و ایت ادما نجات ندارناا الله اد وقترا میو الله از بارا عسی یا عیسی ا عیسی ابن مریم فرزند مریم اذر نعمت یاد و نعمت مرا علی ببالای ت وع والدت و ببالای مادرت براد زمانی که قوی ساخت امت را روح پاک به جبرئیل سلام، السلام تو الناس فی المهل و کهلا سخن می گفتی با مردم در حالتی که در آغوش مادر بودی در تفلی نوزاد و کهلا و در حالت پیری و جوانی و پیری و از علم تو کل کتاب و حکمت و تورات و وقتی که تعلیم دادم بر تو دیگه نعمت کتاب الله را و حکمت را أسرار علم كتاب والتوراة التوراة <سؤال> بارت والإنجيل <سؤال> <سؤال> إنجيل <سؤال> ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذن زمان جور ميكاردي من الطين أسقل كهيئة الطير مثل الشكل بارندا بإذن بإجازة وتوفيق ما فتنفخ فيها بس مي ميكاري دمي هيئة الطير مثل من شكل مرخ فتكون ميشو طيران بارندا بإذن وام بإجازة أَمْرُ ما توفيق ما وتبرئ الأكمة والأبرس وما جرم الأكمة آه یا یک مردی که کور بود از مادر کور مادرزاد و الابرسه و کسی که مرض پیس داشت به ازنی یا به ازن اجازه و عمرو ما و استخرج الموتا به ازنی وقتی که بیرون میکنی مردار از قبرها به ازنی یا به اجازه ما و از تو بین اسرائیل یاد کن نعمت را که بند کردم بین اسرائیل انکه از تو که به قتل برسانن ترا را به جئتم وقتی که آمدی اونا به موجزات دلایل واضح فقال الذين كفروا منهم گفت کسای کافر است از اینا اینها زیل سحر و مبین نیستی موجزات مگر جادوی آشکار است موجزات جادو گفتن کسای قبول نکردند کسای قبول کردند موجزات صفات و گفتن در این موجزات دو قسم آدم کافر شد یکی شیتو و کافر شد که گفت این سحر است جادو است. کافر شد یک نوی دیگه گفت که نه این دلالت با الوحیتش میکنه که اله است خدا و معبود است یا به این قسم کافر شد بعضی تفرید کردند کافر شدن که سحر کرد بعضی افراد کرده، هر دو گروه کافر شد از الله وقتی که میگوید الله یا عیسی ابن مریم این قالا اگر که از نگاه گرامر عربی یک لفظ است که دلالت به ماضی گذشته میکنه قال یقولو که از با لفظ دلالت باینده میکنه و از نگاه گرامر عربی وقتی که با بالای فعل که دلالت با گذشته میکنه این فعل ماضی کلمه یا و تا و همزه و نون داخل شد او دلالت به استقبال میکنه اینا اینجا اسقال الله وقتی که گفت الله ای عیسی ابن مریم یاد کنی نعمت مرا کی گفت ای در کدام وقت بوده بعضی هم میگوید که ای در وقتی است که عیسی علیه السلام الله گرفت و پوره به طرف آسمان ها برد به آسمان که بردش باسقال با گفت الله <تصفح> یا نه پیش از که به آسمان ببره پیش ازی که به طرف آسمان ببره برش گفت که یا عیسی ابن مریم ای عیسی ابن مریم مسکر نعمتی بعضی ها میگه که یعنی مازی به معنای خودش هست یه پیش نیست میبخشین است شد بعد ازی که الله عیسی علیه السلام در آسمان ها برد باز گفتش که نعمت هایی که ما به با بالای تو مادر کرد را یاد کنیم اینال کلمه قالت دلالت به گذشته میکنه وقتی که گفت الله گفته بود کی گفته بود وقتی گفت که عیسی علیه السلام در آسمان رفته ولی پیش ازی که در آسمان برود الله برشی گپ گفته بود باز الله امیر اینمی گفتن نقل می کند که از قبل ما برد گفتم که اینی اینی نعمت ها و بعض دیگر ها می گوند قالا به معنای یقلو آینده است و این در روز قیامت است در روز قیامت الله برای میگوید. ولی قالت چرا گفته که وقتی گفت گفته قیامت که باشد از قالا به مانای است که وقتی که میگوید الله زمانی را یاد کو که میگوید الله عیسی ابن مریم نعمت های را یاد بکو هو وقتی که میگوید خو کلمه باید استقبال استعمال شوی خود در روز قیامت از قیامت خانوز هنوز نامده باید کلمه استعمال شوی که دلالت باینده بکنه با در اینجا میگوین اگر که قالا به معنای یقولو است ولی الله تعبیر از استقبال با گذشته میکنه به خاطر یقینی به خاطری که نمیگه گف یقینی گفته میشه الله میگه که وقتی که گفت الله یعنی اگر که نگفته چون که در آینده ای گفت میگه همین نعمت های مرا یاد کو ولی آینده آن قدر یقینی است که از او تعبیر کرده و گذشته یک گفت که بسیار یقینی باشد باز از او ای تعبیر میشه که الله گفته بود چرا زیرا آینده هم بسیار یقینی است و آینده پیش الله آینده و زمان هم همه یک قسم است و یک را که الله بخواهد بگوید او را تعبیر هم بغ... آینده می کند و هم به گذشته میکند. و اکثر جمهور امی ای را ترجیح میده که این ای کلماتی که الله برش میگوید در روز قیامت قرینه به این چیست میگه قرینه آیت قبلی است یا ما یجمع الله الرسول روزی که جمع می کند الله هم بیاره فیقولو می ما از آجوب یعنی فعلا خود جمع نکنه در روز قیامت و در روز قیامت بر ایسام می که اسکر نعمتی نعمت مرا بکن پس جمهور علمان می که قاله به مانای یقولوس یعنی لفظی که دلالت به گذشته میکنه این به معنی که دلالت به استقبال میکنه خب میگوید الله برای عیسی چی میگوید یا عیسی ابن مریم هدف در این آیه است که احتیاج عیسی علیه السلام الله بیان میکنه چون که به خاطر در این صورت ما شما خواندیم رد به بالا یهود نصارا بود خصوصا مسیح یا و این مسیح عیسی علیه السلام اله و فرزند الله جور کرده بود الله در این جرات میکنه ای عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم به این میگه که عیسی اله و ابن الله نبود اگر ابن الله میبود الله مو گپه میگفت بلکه میگه ای عیسی ابن مریم فرزند مریم نسبت عیسی را به مادرش میکنه اگر نه در عرف هم که نسبت یک شخص به پدر میشه چرا به طرف مادر کرده به خاطر که پدر نداشت و الله به پدری را پیدا کرد معجزتا حس کن یاد بکن نعمت مرا یاد بکو یا یعنی سپاسگزاری نعمت ها را بکو عملا عقیدتا نعمتی جنس است جنس نعم. بسیار نعمت های علیک که به با بالای تو کرده بودم و علا والدتک و به با بالای مادرت نعمت های را کردم خب به با بالای مادرش هم الله در این آیت میگه که نعمت های را یاد کو به تو مادرت کردم بعد از اینکه از ایتوکی کل نعمت است که به خود ایسا علیه سلام کرده از مادرش بیان نمیکنه چرا؟ اینجا سوال پیدا میشه که الله اول گفت که نعمتی که به تو کردم به مادرت باش کل نعمتای های را بیان میکنه و کلش به شخص ایسا هست و مادرش نیست چرا نعمتای های مادرش را بیان نکرد سوال جواب چون که نعمت به با بالای اولاد این نعمت به با بالای مادر هم است به میخاطر الله نعمتای های یاد میکنه و او مادرشان به اون نعمتای های اولادش افتخار میکنه <حد Geschmack> یک ای که نیمتایی که با مادرش کرده در دیگه سورا بیان شده گیست اوی بود که از رسیدن مرد ها مرد به او نرسیده بود هیچ اولا میمسس نیم بشرون که خودش میگه هیچ انسانی به من نرسیده و دیگه طفل دادن بدون یزی که شوار به ازدواج بکند یک موجزتا طفل داد و دیگه الله او را بهترین های دنیا گردانید قسمی که در صورت عالم ران تیر شد که یا مریم اقنو تیل ربی که وش جدی ورک این این الله استفاقی و طه و استفاقی علی نساء الله تو را برگزیده ساخت پاک ساخت و تو را برگزیده ساخت به های کل جهان اینی نعمتات بهترین بیترین زنها گردانی بدون شوهر برشت و دیگه نعمت هایی که در دنیا در خانه بود رست برش میامد قبلا ما شما در صورت مای عالمران ران که میوه که در تابستان بود در زمستان برش می آمد هیچ اسباب موجود وجود نداشت رزقش می آمد زکریا علیه السلام گفت که هزا. یا مریم ان لک هذا یا کجا قالت هو من عند الله یا جانب الله این نعمت ها یعنی هم نعمت دنیا را الله برش داده بود تا آخرت خب اون نعمت ها چی است اس ایت تو که زمانی که تو را ما تایید قوی ساختم به روح القدس به روح پاک روح اضافتش به سوی قدس به قبیل اضافت به سوی صفت یعنی ای تو روح ای کو پاک است او چی است جبرئیل اکثریت مفسرین کل اکثریتش میگه و روایت های سیم هم که جبرئیل به جبرایل این قوی ساخته بود قبلا ما گفتیم چه قسم قوی ساخته اگر بگویم وحی کرده خب جبرایل پیش کل انبیا وحی را می آورد اینجا چی معنا داره که جبرئیل با جبرئیل میگه ما تو را قوی ساختیم تایید کردیم این معنی که یک, یک تاییدی خاص بود جبرئیل همیشه با امروی میگشت یعنی در هر جای می بود غیر از که وحی می آورد همیشه با امروش می اگر در خواب می بود در بیداری می بود در همه حالا یعنی یک نعمت خاص است ای تو همیشه جبرئیل با دیگه هم بیا نبوده فقط با این بوده گی. و یک فضیلت جزی است تو کلمون ناسف المهده سخن می با مردم در تفلی و در کلانی اینجا این سوال پیدا میشه در کلانی که گب میزنه در ایچی کمال که در کلانی و در خورده گب میزنه یعنی ایچی نعمت خاص است آیا یک نعمت خاص است جا که این را خاطر که مهد ذکر کرد که احل ذکر کرد یعنی یکی به این خاطر ذکرش کرده که تو سخن میگفتی پل مهد در حال که داغوش مادر بودی یا یعنی نو پیدا شده بودی یک یعنی روزه دو روزه بعضی میگه در گواره بودی خو گواره مهم نیست ماه شما در صورت مریم میه وقتی که مریم میره و نبود در بغلش بود اونجا میگه که مهد حالتی را گفته که در آغوش مادر بوده یعنی در آغوش و بغل مادر بودی و کهلن در حالت کلانسالی چی معنا؟ محنو؟ معنایش شست که گب زدن در حالت طفلی یک روزگی دو روزگی سه روزگی مثل ازی بود که در کلانی باشه یعنی اون که ایسا علیه گب میزدی تو آوازش خورد نبود آوازش کلان بود. مثل آدم کلان بود. یعنی فسیح روشن واضح گبزه و این یک موجزه و اره چیز بود و یک نعمت کلام بود وقتی که پرسان کردن مردم یا مریم و انا لکه آآ آآ قد جئت شین فریاب سا به چیز ناشنا آمدی ما کان ابو که مرک ساون نه مادرت بد بود ابو نه پدرت دیدی از کجا که دیدی تفلا و الی مریم اشاره کرد که به امروزی گبده شاید به او هم الله الهام کده بود وقتی که گفت که با امرای زیگ عبدین قالو کیف و من کانه فی المهدی صبیا اونا گفتن چه قسم صحبت بکنیم گپ بزنیم با امرای کسی که در آغوش مادر طفل است یک روزه دو روزه پیدا شد طفل خو گپ نمیزنه و این قانون عادت نیست یک دفعه سال سم خودش شروع کرد حالا قال گفت اینی عبدالله ما بنده الله است اولین گپ شمی بود رد با بالای شرک کرد شما مرا میگن ابن الله و اله میگن عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب الله برما كتابا ميتا وجعلني مبارك الله مرا مبارك گرداني دا أين ما كنت أرجوك باش <coughs> بوزا متو وجعلني نبيا الله مرا نبي گرداني دا بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تاك زندستم الله كذا كلا نماز عبادت بكنم الله بوالدتي حكم كذلك بمادر منيكي بكنم ولام يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث اتفسح وكان گپش گام بسال مانير ادو داخل و مثل عدم كلام صاف صحبت این تو که چنگ چنگ بکنه اطفال و صاف گپ زد و می خاطر الله ای مهد در آغوش و کلانی یقسم بود و یی که بعضی یک معنی دیگه ام کردن که گب زدنش در طفلی و تعالی بزرگی ای که میگه پس وقتی کال داسماناز دا باز میه با صحبت میکند و در او وقت پیر میباشه خب اگر که این سال سم سا میگه در دا جوانی داسمانا رفت که اکثر روایت 23 سال 33 میگه 33 ساله بوده که رفته به طرف آسمان ها و الله نبوت پیش داده بود دیگه هم بیاره در چل سالگی پیانبری میداد او را پیش از چل سالگی داد و الله داسمانا دا بردش کل باز میه در روز قیامت حدیث سید بخاری است و ما شما عقیده ماست پایین میشه دجال از بین میبره باز به با اسلام حکم میکنه پسر مهدی آخر زمان که از اولاد رسول الله پشت از اون نماز میخونه و چند سال زندگی میکنه و پیر میشه بعد از اون باز گب میزنه و او گب زدنش با تفلیش اونمو یک قسم میباشه بعضی ای تو میگه و <applause> ولي احسن ظاهري است که معناي ولي را گفتيم و ظالم تو كل كتاب و حكمت و تورات و انجيل ياد گه ديگه نعمتي دادم بر تو كتاب حكمت تورات انجيل سايكون الله مه يا بزرترين نعمتي است كتاب آسماني را تو ياد گرفت علم كتاب الله يا بزرترين نعمت واقعا اگه نه لگه ماش ما قران را ياد كنيم و نه نعمتي الله به عيسى هم كه به ما شما كرد و اين نعمت خاص ایده یک نعمت خاص شما و شما شریک میشه کتاب الله را و سنت رسول الله را یاد بگیریم کسایی که از نعمت علم قرآن محروم است اینا از بزرگترین نعمت محروم است و ای آمدن پیامبر احسان نعمت به ما است به شرطی که یاد بگیریم کتاب الله سنت رسول الله عمل کنیم قسمی که الله در صورت عالمران می فرماید که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم الله يسون كد ببالاي مؤمنين وقتي كي پيغمبر در بين جنس شان فرستا يتلو عليهم اياتك ايات الله را بيان ويعلمهم الكتاب والحكمه علم كتاب والسنة رسول را برشيات بده بسار کوشش كنين كه هميشه قران تا زنده هستين خوب ياد به حد كه حتى اگه تا نستين هم ياد خوب ياد بجرين. نمي جواني ميتاني بسیار کسایی بوده که نه مسلکش ملایی نبوده مدرسه نخونده ولی علم یاد کرد مثلا سید قطب او کدام مدرسه نخون زبان عربی را استادش بود اونقدر قدر سه یک اون یا ابو مودودی نی بسیار اسلام یاد کرد در حالی که علم علم نخونده بود بعد از اینکه حرکت اسلامی دعوت شروع کرد در علم اسلام شروع کرد که تفسیرها داره قدر نامش بخشای اسلام تاریخ همه چیز نوشته کرد یعنی یک علم کلام شد آدم میتونه که اسلام و قرآن یاد بگیره وقت به تبرش حتی همی سعدی را میگن در سالگی علم شروع کرده نی؟ سعدی بسیار علم داشت بسیار یک شاعر مشهور شد انسان یعنی که شروع کنه و وقت بته. این بسیار نعمت کلام سعی کنین الله میگه یاد کن نعمت دیگه ما تو کل کتاب کتاب یاد دادم حکمت تورات و انجیل اینجا یک ای سوال پیدا میشه تورات خود کتاب الله نیست انجیل الله برش یاد داد پیش از اینکه انجیل برش نازل شده بود الله علم تورات برش داد و علم انجیل بعد از اینکه نازل شد خواهی کتاب اولی چی معنا از علم تو کل کتاب کتاب اولی چیست به خاطر بعضی همه کتاب یعنی الفاظ ظاهری می یعنی کتاب الله را هی تو میگن که در ظاهر نوشته شده بود و حکمت اسرار باطنی از دید. یعنی معانی بسیار دقیق و عمیق برات یاد داده اصل مفاهیمی از این چیز لفظ ظاهرش چی میگه و علمی که در چقدر حکمت ها است این چیزها رو برش الله یاد دادم یک قرآن است مثلا یک حکمت هایی که در این حال ما بر شما تفسیر میگیم اکثر حکمت ها رو نمیگیم جای کم کم بیان میکنیم او علمش شا برای یک کسی دادن و بسیار یک علم بالا هست و بعض تو میگه که علم تو کل کتاب حکم و حکمت و بسیار احتمال همی هم معنایش که در روز قیامت نزی قیامت عیسی علیه پایین میشه غیر از کتابات انجیل یاد داره باز قرآن هم یاد میگیره سنت کتاب یعنی قرآن هدفش است و سنت رسول شرح قرآن و علم عیسی هم چقدر قوی میشه واقعا نسبت به دیگران نسبت به اکثریت هم علمش بالا زیر تورات مکمل میفهمید در این وقت انجیل و در آخر زمان قرآن هم میفهمه و سنت و چهار کتاب آسمانی را نی ای را فامیدن. و در میسی کتاب با احکام هم زیاده او چهارم کتاب که زبور بود در زبور اکثریت گپای زبور در تورات بود در او فضایل بود تو مهم نی ولی اصل احکام دلائل و ای کل ای را الله برای سلام یاد داده علم داده ای بزرگترین نعمت است و میخاطر الله پیامبر میگه که وقر رب زدنی علم بگو رب زدنی علما علم مرا هیچ چیز زیادتش از پیامبر سم تقاضا نکرده مگر علم علم زیادت بسیار مهم است ما و شما یگام تا مولوی صاحب یک جای که خان دستاربندی کرد میگه خلاص با جای رسید شد <تصفح> علم تا آخری مرگ رسول الله سم میگفت که علم بزید نی علم علم مرا زیاد بکن ما خاطر که دم علم تشویق شون یک گپ دیگر رو برتون بگو فهو دی هم به درجه حسن ویست بعضی هم میگن ضعیف ولی به درجه حسن و سعی كي رسول الله صلى لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة لن يشبع المؤمن هل قصير نمشى إنسان كي مون داره الله و بكتابة أسماني كي من خير أس خير يسمعه كي مشنا خير چيز قرآن سنة يعني أس وحي كي مشنا حتى تايم كي يكون منتهى مشوات انتهيزه بجنة يعني تا جنة شي تا مرغا كي مرد مؤمن بدا جنة ميرنه یعنی تا مرگه علم طلب میکنه سیر نمیشه با می خاطر شیخ البانی این 85 سال عمر زیاد بود که رفت از دنیا و وقت شده بود می 35 کیلو وزن شده بود شیخ البانی نه حدیث ای و زیب سال یک عالم کلان مشهوره با وجودی که اول حنفی بود ولی پسان به قرآن سنت رجوع کرد و ماشاءالله اینقدر علمی که الله به او بود تمام راویا را غربال کرده بود شد بسیار کسایی که حدیث صحیح گفتن است علمای متقدمین اشتباهاتشان آشکارا کرده میره بازو میگه 35 کیلو شده بود در آخر مرگشان میگفت حدیث به من خوانده بره که مو... رسول الله میگه که انسان مؤمن از خیری که میشنوه سیر نمیشه تا اینکه منتهاش به مرگ شد ما شما که از علم پیدا کردیم دیگه عالم باز قرآن حدیث بگوید گپ از رو نمیشنویم یا علم از میگم نه ما خود معلم هستم اکثر مولیا گپ خدا میزنه میره در مجلس گپ دیگه کس نمیشنه نه نه حق وحی قرآن و سنت تا مرگ ایر محکم میگیره همین کسایی که در این مجلس هست هیچ سیر نمیشه ما خود نمیشه والله نگم تا اگر ما شما بگیم یک بار تفسیر خواندیم جو جای رسید میشه نه نمیشه زیرا این بزرگترین نعمت است و ای زلمت کل کتاب و حکمت و تورات و و استخلق من الطین که حیات طیر بیزنی وقتی که جور میکردی از گل خلق سعی کنین دو داره اینجا به معنا جور کردن یکی است که از آدم با وجود آوردن و این صفت الله الله خالق و کل و شی الله خالق هر چیز است خالق به کل شی و الله وحده دیگه غیر از الله خالق نیست او خلق است که نیستی بستی آوردن این کار که ای نیستی بستی چیزه بیاریم ایچ کس نمیتانه کلن. ولی خلقی که ای چیز جور کنه شکل بتا صفت انسان در خلق شکل دادن است اینجا نسبت خلق به عیسی علیه السلام شده در حالی که در توحید ربوبیت این عقیده است که خالق غیر از الله هیچ کس نیست اینجا چطور میگه اینجا ما میگیم خلق به معنای شکل دادن است خلق به معنای نیستی بستی نیست مثلا ما اگر میال کل جنرال ژاپنی رنج بیاریم در یک مکان کلان کت امریکایی هم بگویم یک دانه موتر به ما جور کو مواد پرزجات موتر برش نتیم بگویم خودت امیر خلق میتونه کلی شدور بدن هیچ کاری کردن نمیتونه نمیتونه اینا خلق مادر اصل چیز نیستی بستی آوردن این کارا الله میکنه بدیو سماوات خالق آسمان و زمین وجود نداشت الله آوردش ما هیچ وجود نداشتیم الله ما راست مثال اج مثال قبلی ما نبود پیدا کرد این کار هیچ کس نمیتونه ولی شکل دادن بازی صفت انسان است فتبارک الله احسن الخالقین در قرآن آمده برکت دینده است ذاتی که شایسته صورت دهنده اونجا احسان الخالقین نسبت خلق به مخلوق میشه به معنی شکل دادن حالا موتره که ما میگیم جور میکنه اونجا خلق نمیکنن شکل میتن این ای سو کو او سو کشکو یا چند ترابر در زیرش باند، رنگش میکنه این خلا موتر این ما گفته نمیتونیم که این موتر خلق کرد خو این موتر چی کرد شکل داد ما استخلق منتوینی وقتی که شکل میدادی جور میکردی منتوینی از گل که هیئت طایر مثل شکل پرنده مثل شکل پرنده عیسی علیه از گل نرم میکرد با شکل پرنده را جور میکرد بیزنی با اجازه ما با چی میکرد دونم شکل پرنده فتان فخو پف میکرد چف که میکرد میشد امی مثل طایر اه. مثل طایر دو معنای تانیس زمیر تکون را جیب سوز طایران پرنده میشد به ازنی با اجازه و به امر من به امر الله وزو یک دفعه پرواز میکرد پرنده هر پرنده هر شکل جور میکرد مختلف شکل های پرنده رو پف میکرد حرکت این معجزه بود الله به میخاطر به اذنی را گفت اگر جور هم میکردی به اذنی امر اگر حرکت هم میکرد به امر ما یعنی اختیار تو نداشتی هیچ اختیار از اونم این فقط و کار الله میکرد و تو اکمه و جور میکردی کور مادر یک کسی که مادر کور پیدا شد جور علاج از این مشکل است. اینکه از مادر کور نباشه خب میشه یک کاری از مادر پیدا شدن نگهی بسیار مشکل است ایرا چی قسم میکرد دست که سرش کش میکرد بس جور تیار میشه یک چی میبینید این تعجبه او وقت دکتر ها بسیار در دا دا شورت داشتن فیلسوف ها و اینا بسیار زور زدن نتانستن کارهای را الله مجزاتی را به این داده بود که کل اگه آجش شد والابرس ها مرض پیس او که در داخل پوست میزنه بسیار مشکل است و صفید ایرا هیچ کس علاج کده نمیتون به ازنی به اجازه ما وقتی که دست سرش کش میکرد او هم جور میشه و استخرج موتا وقتی که بیرون میکنی مردار به ازنی به اجازه به امر ما و اجازه ما یا کسی میامد که فلانی ما مرد در و گریه گریام میکد چطو کنم وای که عیسی علیه السلام دعا میکرد که یا الله یک بار که میگفت قم به ازن استاد شو یک حرکت میشه مردم تو چهت استاد میشه راه همینطور که یکی کفن پیچ خب سفید باز روش آواز میکنن چشمایش پا واز میکن چشما یک مردم تعجب میکن گریز میکن یه چیز اگر ما شما ببینیم سار تعجب که ببینین یکی خب شنیدن از گپ هست نه یکی بچه چشم دیدن سار تعجب با وجود همی یهودی های بیدین کافر مرتد زناد زدی و عنادی همی ظالم ها دیدن همه چیزا را ایمان نورد این داخل میگه فقال لذنی کفر و منهم این ها الا سحر این جادوی ای اگر جادو از خیلی بیاری تو یک جادوگر او بیدین که مرده را زنده کنه یا کور مادرزاد. بازوی تو نبود که یا چند وقت جور قرآن جور تیار میگه یا مرض پیسه یا پرند بیار خیلی یک جادوگر بیدین ای کافر و تر کافری که زد و اناد داره مرده که برای زنده کنی ایمان نمیاره پیغام تو میگه دلایل فلسفی بگو برای کافر که مسلمان شد <applause> نه دلایل عقلی و منطقی بگو دلایل قرآن خودش دلایل عقلی داره بگو کافر که ایمان نورد الله دیگه هم در جهنم روانش کنه با من این دقسیش نباش بسیار جوان ها رو ببینی او می جوان مرا گفت که ولی دلایل ما نقلی میگیم ولی عقلیش کار فلسفیش دمی باره چه قسم دلیل بگویم کافر تو قناعت بتیم که کافر بس عقیده, عقیده را بکو بگو الله را قبول داری قرآن پیامبر اینجا دلایل بسیار عقلی است اگر را قبول کرد خب نکرد پشت زی که جواب چطور است وی چطور است او چطور است پشت ایگا پا نگر و اگر کافر زدی و نادی باشد که مردن هم پیش زنده کن ایمان نمی الله را نشانش بتی جهنم بگو این ای آتش از میفتی یا میگه می نه قبول نه. تا که در آتش نه نسوزانیش میگه شاید تمی هم سهر باشه، هیچ <applause> تو کافر هیچ خود جگر خون نکنین اینقدر قدر مجزات و دیگه اینکه که ویس کفف تو بنی اسرائیل انکه وقتی که بند کردم ما بنی اسرائیل ما یک فلم دیدم خو یک فلم نو جور کده کی, کی جور کده تلویزیون تلویزون نور تلویزیون استاد ربانی انداخته بود خو ایران جور کده والله عالم که کی, کی جور کده دیگه یا میثال سم کارا را میکنه و ایثال سم تمثیل کرده حرام هست و اس کففت به اسرائیل وقتی که بند کردم کل شنیدم یک لحظش در یک جای بودم گفتن دیدم که نوشته است که ایسا یه مبشر احمد همین تو یک چیز بود که یک دفعه کسی زدش گفت بند تا میرم باش چی کی جور؟ دیدم آخرش تا آخر یک چیز چون امی تو یک چیزایی که مردرم چی میکنه و کارا رو باز تصمیم قتلش رو میگیرن چالب است ولی تمثیل انبیاء علیه سلام بسیار خطر بازو میره در نقش اگه یاش دیگه کار می آن و می آن اون ایسای در نقش عیاش کار میکنه گایی در نقش پیامبر کار میکنه و از کففت وقتی که بند کردم دیگه نعمد بین اسرائیل عن که چی از حلاقت تصمیم گرفتن که تو را بکشن الله میگه من ی نعمت کلان است و تصمیم گرفتن که را دا دار بزن قرآن که میگه ولیکن شوب به حاله هم ما یک دفعه براتان یک روایت ها گفته بودم با دون فیل هم امیت دون هم امیت و تمثیل کرده یکی از روایت ها امیت راست که یک کسی می عیسی علیه السلام در گیر می که این فیلانه خانه است باز الله حکم میکنه وحی میکنه به عیسی که عیسی هم تو را به طرف آسمان ها میبرم و یک شرارت پشمی ای به مو طرف میره میره و همین کسی که در دا گیر داده د یو اتاق داخل میشه که عیسی علیه السلام معلوم کنه که در کجاست یقینی ببینه و راپور آمدادگی سال آمد خود یقینی میسازد در یو اتاق داخل شده الله این می آدم شکلش هم مثل عیسی علیه جور میکنه وقتی کو مردم داخل میشه میبینند که ای هر چی که میگه من نیستم میگه کشش کو من نیستم بو برده در میزنندش او میکنند دیگه کس اگه تو باشه خوب است که امون به جزای خودم رسید پیانبر دا گیر و از کفافت وقت که بند کردم ما بین اسرائیل یهودی ها را اولاد یعقوب از قتل تو با وجود که موجزات دیدن ایواز ایمان برن اقدام به قتلش کردن اینه کفر نه. اگر دیدی که چی بود خو سکوت میکدی نه میرفتی پشت کاره ای تو کافر است. خوب حق میشناسه و اقدام به قتلت میکنه جئتا وقت که آمد اینا را بیانات با موجزات واضح واشکار خوب موجزات هم دیدن ولي تصمیم قتل تو أفتر، فقال الذين كفروا منهم گفت کسای کافر انها اینها امي ها معجزات الا سحر مگر جادو چه قسم اینها نیست یا مبین آشکارا آشکارا جادو شك. ای تو من جادو ی مغموز است نه و اگر ای آشکار هست خیلی چرا ای جادوگر دیگه, 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 پس جادو بگوید کافر مشا الله يرحمه. اینا غلام احمد قادیانی که دعوای پیامبری کرده بود امین معجزات از زیر میه به جادو بود عیسی <تصفح> علیه السلام خو میه تور به جادو بود یک کتاب داره به نام زمیمه یک کتاب نوشته کرده است ول بسیار مردم با او ایمان داره غلام احمد قادیانی جماعت احمدیه در پاکستان و در انگلستان خوبی کار میکنه اینا. زبان اردو و عربی نشرات میکنه اینا لون در انگلستان یا کسی کافر که میام مسلمان شو یا می بیا مسلمان شو وک میره با قادیانی میبره شو پیغمبر میگه این میاد. کافرش از یک کفر به دیگه کفر ای تو <applause> اسلام چه فتنه شده مجبور اینا یا کس دیگه باشه که کافر بگه که یا خودش کافره. است او چه قیران بونه چی قسم شد گلای سفید لونگی سر میکنه ریشام بسیار مبارک می تو اگر بگویی که یا خودشان کافر است و کافر ایمان میمانه چی میگی؟ ما مسلمان شدیم تو میگی هم کافر های مسلمان های سعید ها کجا او شاید که بخی پس برده دو ایمان خود ولی انگلستان حکومت شیر کمک میکنه که باشی کار بکنه و ایزا وحیتو الحوارین ان آمینو بی و بی رسول قال و آمن بیاننا مسلمون وقتی که

وحی در لغت به معنای اشاره خفیر خفی و پنهان گفته میشه یک اشاره میشه پنهان کسی نمیفهمه ولی با او کسی که میشه او میفهمه اشاره سریح سریع بسیار سریع است تیز پنه. و یکی وحی باز است که جبرائیل میاد و دیگه ای که الله در قلب یک کسی یا مستقیم الله گپ میزنه چندین نوا دیگه وحی در قرآن به چند معنا آمده حتی به وس... معنای وسوسه شیطانی آمده با مانای الهام آمده و مانع تعلیم فطری اومده تعلیم فطری در صورت نحل الله می و اوحا رب که الان نحل من الجبال بویتا الله وحی کرد رب تو به نحل به زنبور اصل که در کواه خانه جور بکن اون وحی چیست در فطرت الله مانده بود و از یارا ببینی جای خدا می و خانه در کجا جور کنه چوچی خدا مشناسه و این فطری است دوم با وسوسه شیطان در صورت انعام می، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين من الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الله میگه بر هر نبی ما شیطانای انسی و جنی دشمن گردانی را بود هر پیامبر دشمن شیطان و دار یوحی وحی چی وسوسه میکرد بعضش بعد زخرف القول سخن های باطل از غرورا میکرد غرور را به خاطر فریب دادن که علی ازی باشه تو گپا اونجا یوحی به ماني وسوسه کردن شیطانی است دیگه ما مادر موسى علیه السلام الله میگه و وحینا الى امك ان ارضعيه ما وحی کردیم الى ام موسی به مادر موسى ان ارضعيه شیر بتی وقتی که ترسیدی ده چی پرتش دم رودینی لیلاش بده اونجا وحی به ماني الهام در دلش انشاء الله اندا. اینجا وحی به مانای الهام است یا در قلبش الله ایرا القا کردن یک چیز است در قلب شان اگر ای وحی ای تو نیست که الله بگه وحی کردن این پیامبر باشه ما بگیم وحی به کسی میشه که او پیامبر باشه وحی چند معنا داره او حیت الحوارین حوارین جمع از حور گرفته شده جمع حور سفیدی را گفته میشه چی سفید اینا را حواری میه به خاطر قلبشون سفید بود از نفاق نفاق ده اینا نبود. و حواری امو دوستی را گفته میشه که مخلص باشد و رازدار باشد مخلصین سیار یک دوست خاص ما شما مختلف دوست ها داریم یک خاص دوست تا که را امراض تست و همیشه با تو میباشه باشه و امایتت میکنه در سختی ها و اینا همیشه با ایسا علیه سلام بودن ایلایش نمیکردن همیشه با امرایش میگشتن پس یک وقت که ما گفتم که یک عالمی که هست رد کردم موسیقی را جایز گفته بود باید چند نفر آمد گفت ما حواریون هستیم حواریون چی؟ یعنی مخلصین رو. چرا یه عالم رد کردی؟ موسیقی را جایز گفته گفت خیر است و شاید دلیل داشته باشه گفت من که دلیل باطل خودم میگه و من با دلایل گفتم ردش کردیم نه گفت حیثیتش دای دا دای منطقه خراب کردی ما کرد گفت موسیقی را جایز گفته، دکتر قرضاوی را نگاه دلایل رد کردم دلایل احادیث سیاره ضعیف گفته بود تسبیح خود ردش کردم خو؟ در یک جمعه بسیار سریح رد کرده بودم بازی آمدن گفتن ما حواریونش هستیم ان امین این که ایمان بیارین بی به ما ایمان بیارین بو به رسولی به برم. الله در قلب از اینا القا کرد که ایمان یعنی حامیا برد پیدا کرد اگر الله القا نمی کرد اینا هم ایمان نمی آورد قالو گفتن آمنا ما ایمان آوردیم و شهادت گواه باش نا اننا مسلمون سعی کنین فرق در بین ایمان اسلام ایمان عقیده قلبی شاید باش که مسلم یعنی عمل میکنیم. میکنی تابدار است پس الله میگه یعنی تو در رفیق به آوردن محتاج بودی رفقا را برد پیدا کردم و دیگه این ها را برد وتكبيرات إخواني أوز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أوز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني بقرآني وإيماني قراني وإيماني وتثبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقراني وأحمي منه أوطاني بقراني أهز الكافر الجاني بقراني وأحمي بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني